سلام، من پریسا هستم، متخصص تغذیه. تو این ویدیو میخوام راجع به یه ماده غذایی صحبت بکنم که نه تنها به بدن ما کالری اضافه نمیکنه، بلکه کالری منفی هم داره. همونجور که توی ویدیو قبلی صحبت کردم، گفتم که استراتژی های درمانی مختلفی برای کاهش وزن وجود داره و روش سنتی و قدیمی کم کردن مواد غذایی و مصرف کالری کمتره. اما علم ثابت کرده که لزوماً کم کردن مواد غذایی و کم کردن انرژی دریافتی باعث کاهش وزن نمیشه، بلکه انتخاب هوشمندانه مواد غذایی که در نهایت کاهش وزن رو به همراه داره. پس ما چجوری باید اون رژیم غذایی بهینه رو انتخاب بکنیم و پیدا بکنیم؟ یه در واقع شایعه‌ای وجود داره راجع به این که کرفس، در واقع سبزیجات به خصوص کرفس، انرژی منفی داره، کالری منفی داره، هم خودش و هم آب کرفس. اما واقعا اینطوری هست یا نه؟ یه مطالعه انجام شده و بررسی کرده که مثلا اگر 100 گرم کرفس به افراد بدیم که بخورن در طول روز، چقدر کالری بدنشون دریافت میکنه و آیا این کالری دریافتی مثبت یا منفی. مادر اینو بررسی کنن که ببینن آیا این شایعه راسته یا دروغه. اول از همه بگم وقتی میگم کالری منفی منظورم چیه؟ چون مگه میشه کالری منفی داشته باشه یه ماده غذایی؟ منظور اینه که وقتی که یه ماده غذایی رو میخوریم، به هر حال یک انرژی در بدن صرف هضم و جذب اون ماده میشه. اگر این انرژی که صرف هضم و جذب اون ماده غذایی میشه بیشتر از اون انرژی باشه که اون ماده غذایی به تنهایی داره، در این صورت ما میگیم که کالری منفی داره. پس باید ببینن که مثلا 100 گرم کرفس چقدر انرژی داره و چقدر انرژی صرف هضم و جذب اون میشه. و دیدن که وقتی که 100 گرم کرفس رو افراد خوردن، 16 کیلو کالری انرژی به بدنشون وارد شده و میزان انرژی که برای هضم و جذب اون کرفس بدن مصرف کرده 14 کیلو کالری بوده. یعنی میبینیم باز هم منفی نشده. اما وقتی که این کرفس رو توی مصرف روزانه مواد غذایی و توی سالاد همراه با سبزیجات دیگه اومدن به افراد در واقع دادن که مصرف بکنن، نتیجه خیلی جالبی بوده. افراد پاستا دادن خوردن و این پاستا حدود 750 کیلو کالری انرژی داشته. یک سالادی که حدود 50 کیلو کالری انرژی داشته هم در کنار این پاستا به افراد دادن. خب الان ما باید تصور کنیم که پاستا 750 کیلو کالری انرژی داشته و سالاد هم 50 تا، پس این افراد 800 کیلو کالری انرژی دریافت کردن. ولی در صورتی که دیدن که اینطوری نبوده و انرژی کل دریافتی این افراد از 750 کیلو کالری کمتر بوده. یعنی اون سالاده باعث شده که حتی نه تنها انرژی خودش حساب نشده توی بدن، بلکه 750 کیلو کالری انرژی پاستا رو هم کاهش داده. پس میبینیم که بله، درسته سبزیجات و مخصوصا کرفس اون متابولیسمی که توی بدن دارن و اون سوخت و سازی که با مصرفش بدن انجام میده باعث میشه که کالری و انرژی منفی داشته باشن برای بدن ما. پس میتونیم، من گفتم اول ویدیو هم گفتم، میتونیم هوشمندانه مواد غذاییمون رو انتخاب بکنیم. یعنی با مصرف یه غذای پرکالری مثل پاستا حتما سالاد سبزیجات رو هم کنارش داشته باشیم که بتونیم اون انرژی و کالری پاستامون رو کاهش بدیم. اینطوری هم غذای بیشتری خوردیم، همین که کالری کمتری دریافت کردیم. اما توی همین مطالعه سالاده رو یکم کالریشو زیاد کردن، یعنی یکم پنیر، روغن زیتون یا این چیزا بهش اضافه کردن و دیدن که نه تنها اون 750 کیلو کالری انرژی پاستا رو این افراد داشتن، بلکه اون 50 کیلو کالری سبزیجات رو داشتن و به اضافه انرژی پنیر و روغن و اینا. پس میبینیم که اون سبزیجات به تنهایی میتونه اون اثر کالری منفی رو برای ما، نقشش رو ایفا بکنه و انرژی اون وعده غذایی ما رو کاهش بده. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و کاربردی. ممنون از توجهتون.